توی ویدیو سومی میخواستم در رابطه با فانکشن گلوبال کش باهاتون صحبت بکنم یا کش فساد. اگه ما بریم داخل پروژمون و من تایپ بکنم helpers.php، ما یک فایلی داریم به نام helpers که دقیقا اگر نمیدونید کجاست میتونید اینجا روش کلیک بکنید و میبینید که داخل سیمفونی اینجا نوشته، منظورم helpers هست و میبینید که خود لاراول helpers هست، این مسیرشه. اگر روش کلیک بکنیم یه همچین فایلی اینجا میاد بالا که اگر نگاه بکنید اینجا این فایل اگر من همین جوری ادامه بدم بره پایین، میبینید که فانکشن های مختلفی وجود داره که میتونیم چیکار بکنیم، اینا رو فولدش بکنیم و فولد آل رو بزنم که اینا همش فولد بشه. میبینید که فانکشن ها اینجوری فولد شد و این فانکشن ها ساخته شده برای کمک به شما abort, abort if, abort unless، ولی ما چیزی داریم به نام، حالا میبینید که auth رو ما استفاده کردیم قبلا، bcrypt, config، این به این فایل میتونید نگاه بکنید و الان یک چیزی اضافه شده به نام فانکشن cache که اگه ما بتونیم بخوایم بریم اینو پیدا بکنیم فکر کنم اینا الان همش چی شده؟ حروف چی میگن؟ به ترتیب حروف الف باس میبینید که b, b, c، این فانکشن جدید است که من اگه اینو بازش بکنم یه همچین فانکشنی به این صورت درست شده، فانکشن کش که قبلا نداشتیم. میدونید که باید فانکشن، میتونید کش برای شما فانکشن رو، فانکشن کش برای شما چیکار میکنه؟ کش ذخیره میکنه داخل براوزر. بر فرض مثال اگر من بیام اینجا یک براوزری باز بکنم اینجا و ما خب یه صفحه داریم به نام اخبار این پایین که من جدیدن اضافه کردم، نمیدونم میدونید یا نه. خب مثلا این صفحه اخبار ماست، این صفحه اخبار میاد چیکار میکنه؟ از RSS وبسایت های مثلا پرژن کلیک، رادیو فردا، صدای آلمان یا صدای آمریکا استفاده میکنه که اخبارا رو به روز به شما نشون بده و این صفحه خب هر 30 ثانیه یک بار هم خودش خود به خود ریفرش میشه. خب اگه نگاه بکنید RSS منه که اگه من برم داخل فید، فید به من اینجوری برمیگردونه که این به خاطر همین شما به شما ایمیل میشه و داخل اون اخبار میاد. شما میتونید این فید های این آدرس فید پارس کلیک میتونید بگیرید و ببینید که درس جدیدی اومده و من دارم از همین استفاده میکنم که میاد چیکار میکنه. پارس کلیک یه بار دیگه بریم نگاه بکنید، بریم داخل مقالات نگاه بکنید، این پایین اینجا من از این RSS خود پارس کلیک استفاده کردم که اینا میاد بالا. اینا رو دستی من تایپ نمی کنم، من فقط بلاگ درست می کنم و اینا میاد بالا. خب من اگر اپلیکیشنی داشتم که دارم به اسم حالا جوان داش رستوران، خب اگر ما اینجا سرچش بکنیم خود وبسایت میاد بالا، البته یه دونم توی لس آنجلس هست. حالا نگاه بکنید جوان رستوران لندن برفرض، نگاه بکنید ما اینجا یه RSSی داریم اینجا. خب من اینو با لاراول درست کردم و خب این اکستنشن میخواد که شما بتونید نگاش بکنید، یه اکستنشن میتونید دانلود بکنید و نگاه بکنید. این RSS باید کش بشه چون این نمیتونه هر سری که کاربرا 30 ثانیه یک بار میان صفحهشون رو ریفرش میکنن بره یک کوئری دیتابیس بسازه و ازش استفاده شه. بنابراین باید اینو کش بکنید که من این کارو کردم و به چند مدت بخواید کش بکنید میتونید کش بکنید. برفرض این فانکشن کش هستش که نگاه بکنید اینجا چقدر فانکشن پیچیده‌ای درست کرده و یه مقدارم فانکشنش توسط تیلور درست نشده، توسط دوستایی هست که لاراول رو درست میکنن ساخته شده. خب ما کش رو چجوری استفاده میکردیم؟ برفرض بریم داخل تینکر، من اینجا یک تینکر تایپ بکنم، اگر من تایپ بکنم کش و اینجا اینتر بزنم میبینی که اینستنس کش منیجر رو برای شما نمایندگی میکنه و خب این اینستنس کش منیجر همون مثل سشنه، فانکشن سشن ماست که اگه من اینجا بزنم میبینی که فانکشن سشن منیجر رو فساد سشن منیجر رو ریپرزنت یا نمایندگی میکنه. که برفرض من تایپ میکردم سشن و من اینجا میگفتم که فرض بکنید که آرایی داریم به نام مثلا فو و خب این چی بود؟ مساوی بود با مثلا بار و اگر من اینجا تایپ میکردم که فو بار هیچی به ما بر نمیگرد، اگر من تایپ میکردم سشن و تایپ میکردم فو ببینیم چی به ما بر میگردنه، میبینید که بار رو به ما برمیگردنه. درسته که من داخل آرایه نوشتم ولی سشن فو بار رو به ما برمیگردنه. خب یا میتونیم چیکار بکنیم؟ مثلا بگیم که یه سشن دیگه، حالا بذارید برفرض اینو من تایپ بکنم سشن
فو، حالا فرض بکنیم به جای سشن فو x، که ما سشن x نداریم، اگر سشن x نداشتیم بیا به جاش دیفالت رو به ما برگردون. خب اگر من دیفالت رو بزنم، چون سشن x وجود نداره، دیفالت رو به ما برمیگردونه. این حالت سشن بود. خیلی از برنامه نویسا حالا از این کمکی‌ها یا هلپرها خوششون نمیاد، مثل مثلا auth، مثل مثلا bcrypt و خیلی چیزای دیگه، ولی من خوشم میاد، چون من اصولا از فساد خوشم نمیاد. فساد رو میدونید که اینجوری مینوشتید کش و بعد مثلا put، میدونید که سشن هم داریم، سشن مثلا flash، خب اینو با هم کار کردیم، یا سشن put یا مثلا سشن has، خب اینا فساد بود که با هم دیگه کار کردیم. این هلپر ها میاد خیلی به شما کمک میکنه. حالا ما همینجور کش put هم داریم، مثلا من اگه کش put بگم که بیا بر فرض یه چیزی رو ذخیره کن، میاد ذخیره میکنه، یا کش گت میاد اون رو میگیره. یا مثلا میتونم بگم که کش، بر فرض بکنید که من بگم که اصلا بذارید همینجا استفاده بکنیم، اینجا یه ویلگول بزنم، ببینید که دو تا پارامتر داره. بر فرض بگم که سشن کش فو، اگر بگم که کش فو بیا بار رو ذخیره بکن، اینتر بزنم به من نول برمیگرده. ولی اگر بگم که گت، حالا get رو بگیر یعنی فو رو بگیر، به من چی برمیگردنه؟ نول برمیگردنه. چرا؟ چون من باید اینجا یه مدت زمانی هم بگم، اگر مدت زمانی نگم این رو ذخیره نمیکنه و این همیشه نول به شما برمیگردنه. یا مثلا همون سشن میتونیم چیکار بکنیم؟ بگیم که برو get رو بزن، اگر وجود نداشت بیا مثلا اینجا تایپ بکن امیر، و ببینید چون کش فو وجود نداره امیر رو به من برمیگردونه. یا همینطوری میتونم بیام که از این گلوبال فانکشنش استفاده بکنم، بذارید از گلوبال فانکشن کش استفاده بکنیم و میگم که برفرض بیا داخل یک آرایه، فرض بکنید که مثلا من میگم که یوزر با آیدی 1 و رأیاشو بشمر، یا مثلا بگم که رأی و بیا اینا رو چیکار بکن، بذارید اینا رو ببندیم اول و بیا اینا رو ووتاشو بشمر که مثلا یک مثلا یه رای داده، دو و سه تا رای داده فرض بکنید. اگه من رو اینتر بزنم این به من ارور میده. خب چرا؟ میگه که تو باید تا مدت زمانی که میخوای کش رو ذخیره کنی هم اعلام کنی. پس بنابراین من میام چیکار میکنم؟ میگم که بعد از اینی که ما اینجا استفاده کردیم اینجا یه ویرگول بذار و مثلا میگم که 60 دقیقه این رو ذخیره بکن. و الان اگر مثلا من هر موقع بیام مثلا بگم که یوزر برگردون، اگه بگم که کش و این رو از همینجا کپی کنم اینجا، بگم که اینجا پیست بکن و برگردونم، ببینیم که ارور داریم، یوزر اری نگاه بکنید، الان 1 و 2 و 3 به ما برمیگردن. من این رو نذاشته بودم به خاطر همین ارور میداد. بنابراین اینجوریه. حالا یا اگر من بگم که برفرض اگر بیای فانکشن کش رو برگردون اینجا، ببینید که کش منیجر دوباره برمیگردنه. دوباره میتونم همین کارو بکنم، کش پوت و بگم که مثلا فو رو ذخیره بکن اسم به نام بار و مثلا مدت زمانیش هم اینجا بگو 60 دقیقه. که من اگه بیام بگم که گت بکن اینجا، نگاه بکنید، چون سری جواب نداد چون 60 رو نداشتیم. خب اگه من بگم که بیاین فور رو به من برگردون، بار رو به من برمیادنه. هر موقع بیام اینو به من بگم برگردون، تا 60 دقیقه هیچ دستی به دیتابیس شما نمیزنه و این رو به شما برمیگردونه. یا حتی میتونم چیکار بکنم دیگه، از گت و پوت اینا استفاده نکنم. گلوبال فانکشن اینو میگه، میگه شما دیگه از گت استفاده نکن. نگاه کنید فو، البته اینجوری به این صورت فو بار برمیگردونه. خب یا دوباره میتونیم یه مثال دیگه بزنیم، کش و داخل این بگیم حتی داخل آرایه به ما برگردن، فو و بار. و اگر من اینجا بیام بگم که expiration date expiration timeش هم میخواد، که اگر من بیام اینجا بگم که فو، میبینید بار رو برمیگردن. پس این هم global function کش که میتونید خیلی ازش راحت استفاده بکنید، هیچ احتیاجی نداره از فساد استفاده بکنید. من میدونم که آینده لاراول اینه که از کاری بکنید که از این گلوبال فانکشن زیادتر استفاده بکنید، به نظر خود من.